درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. سخنی کوتاه درباره آنچه که من نامش رو میگذارم شلختگی در زبان. هنگامی که حدود 20-21 سال پیش از ایران من به بیرون از کشور مهاجرت کردم، برخی از همیهنان رو در برومرز میدیدم که چند سالی بود در بیرون از ایران بودن، در سخن گفتنشون، حالا یا با دوستانشون یا با همسایهشون یا با فامیلشون، در میان سخن فارسی واژگان انگلیسی به کار می بردن، یا اگر مثلا در فرانسه زندگی می کردن واژه فرانسه، و به نحو خیلی زننده و زیادی این کار انجام می شد. از حالت عادی و اینکه عمدی نباشه خارج بود. به مرور دیدم که نه، این یک حالت تعمدی درش هست. حتی کسی که یه سال دو سال بود از ایران بیرون اومده بود، به گونه‌ای سخن میگفت انگار سخن گفتن به زبان ملی، به فارسی، براش دیگه سخته و حتما باید یه سری واژه‌ها رو به زبان کشور جدید بگه. مثلا فرض کنید میخواست بگه من غافلگیر شدم، میگه من سورپرایز شدم، یا میخواست بگه من شگفت زده شدم، میگه من شاک شدم، یا من میخوام سگا رو ببرم راشون ببرم، میگه من سگا رو ببرم واک کنم، یا با دوستان یه جا جمع بشیم، با دوستان یه جا هنگات کنیم. و میگفتم پیش خودم، میگفتم شاید اینها اینقدر زبان دوم رو، حالا انگلیسی است، فرانسه، آلمانی است، اینقدر خوب یاد گرفتن که ذهنشون قاطی کرده این واژه‌ها رو. بعدن دیدم نه، اکثر اینها وقتی ازشون میخوای که به زبان کشور میزبان صحبت کنن، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اتفاقا زبانشون بده. و بعد خیلی یاد دیدم که حتی نمیتونن دو پاراگراف به زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی یا هر جایی که هستن یه مرتبه درست بنویسن. بعد متوجه شدم کسانی که این ادا رو در میارن که فارسی رو نمیتونن خوب صحبت کنن و وسط فارسی به طرز خیلی زشتی و با شلختگی واژه های بیگانه به کار میبرند، کسانی هستن که زبان بیگانه رو هم یاد نگرفتند. یعنی برخلاف تصور من و شما، این شرایط رو در حقیقت در هر دو زبان دارند. شوربختانه در چند سال گذشته به خاطر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و تلویزیون و ماهواره، این عادت زشت در میان هممیهنان درون مرزم زیاد دیده میشه. یعنی الان خیلی ساده واژه‌های فرنگی، عمدتاً انگلیسی رو هممیهنان در شهرهای ایران استفاده میکنن که اصلا هیچ ضرورتی نداره. خیلی مطلب جا افتاده، خیلی ساده این کارو میکنن. دیگه به گونه‌ای شده که حتی تو شبکه‌های تلویزیونی درون کشورم این اقدام انجام میشه و این بسیار در میان مدت و دراز مدت آسیب میزنه به زبان. سخن گفتن ما روشی است برای ایجاد پیوند با هم دیگه. شما وقتی در این سخن گفتن چیزهایی به کار میگیری که در قاموس نیست، در فرهنگ نیست و اصولا تو اون زبان بافته نشده و در اون زبان شکل نگرفته، شما اون پیوند یا رابطه‌ای که با همشهری یا هموطن یا همسایتون داری برقرار میکنی، یه پیوند خیلی سستیست، خیلی سطحیست. برخلاف اون چی که خیلی ها میخواهن وانمود بکنن، کسانی که در هنگام سخن فارسی مرتب از واژگان بیگانه انگلیسی و فرانسه استفاده میکنن، عمدتاً زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی هم بلد نیستند. هنر این است که شما هم زبان ملی خودتون رو درست سخن بگید، هم زبان کشور میهمان، کشوری که رفتین الان اونجا دارین زندگی میکنین، اون کشور رو هم بتوانید زبانشو درست صحبت کنید. هنر این است که هر زبان رو در جای خودش درست سخن بگی و درست بنویسید. مخلوط کردن و آمیخته کردن این دو و شلختگی در زبان یکی از اون چیزهایی است که برای ما شخصیت نمیاره. امیدوارم هممیهنانی که تا کنون خیلی با نظر دقت به این مسئله نگاه نکرده بودن، اگر که در سخنان من منطقی رو دیدن، بکوشن که هم پارسی رو پاس بدارن و هم در هر جای جهان که زندگی میکنن زبان اون کشور رو درست و فنی فرا بگیرن. سپاسگزارم.